سلام، با فناوری خوش آمدید. ما در برنامه قرار است شما را با بهترین های دنیای تکنولوژی، بهترین اپلیکیشن ها، بهترین گیم ها و همچنان بهترین گجت ها آشنا بسازیم. اما در اول برین ببینین که قرار است در این هفته کدام موضوعات براتون نشر شود. دوباره برمیگردیم، فراموش ما نکنید. این هفته در فناوری، موتورسیکلت یاماها آر افت مناسب خواسته های موتورسیکل سواران جدید و با تجربه. او پی پی او رینو 4 بیشتر شبیه به یک پرچم دار. مندی برای بهبود عملکرد مغز و سلامت و همچنان بهترین گیم ها و اپلیکیشن های موبایلی. اگر میخواین یک کار انجام بدین، به بهترین شکل ممکنش انجام بدین. این جمله جالب از بنیانگذار کمپانی یاما هست. کمپانی یاما یکی از قدیمی ترین کمپانی های ساخت موتورسیکل ژاپنی هست و تقریبا نزدیک به 80 سال است که در این عرصه فعالیت میکنه و موتورسیکل های خود را به نام آر 1، آر 2 و آر 3 به این ترتیب روانه بازار کرد و در مدت 6 سال تانست که خودش را به یک کمپانی بین‌المللی تبدیل بکنه. و ما هم رفتیم جستجو کردیم، سرچ کردیم، تحقیق کردیم بالای موتورسیکل های هستیم و در بین تمام موتورسیکل هایش موتورسیکل آر 5 آر 7 هستی تانست که توجه ما را بیشتر جلب بکنه و واقعا یکی از بهترین و زیباترین موتورسیکل هایش هست و از اون بالاترش هم 125 و 24 و 25 را هم روانه بازار کرده که اونایش یک ذره در طراحیش با اینا کاملا متفاوت بود، ولی شیکترین موتورسیکلش آر 7 هست. ما هم تصمیم گرفتیم که بیایم امروز در بخش اول برنامه این موتورسیکل زیبا را بر شما معرفی بکنیم. برین در بسته تصویری که آمدی نشر از ببینین و بشنوین و همچنان با این موتورسیکل شیک و زیبا هم بیشتر آشنا شوید. موتورسیکل های یاما YZF-R7 یک سوپر اسپرت متوسط است و درست در میان مدل ابتدایی تر YZF-R3 و مدل متوسط یعنی YZF-R1 قرار می گیرد. به گفته یاماها این موتورسیکل نه تنها با نظر گرفتن خواسته های موتورسیکل سواران جدید ساخته شده، بلکه برای افراد با تجربه هم به دنبال یک موتورسیکل با قیمت مناسب و دارای ویژگی های معتبر مسابقه ای هستند مناسب است. YZF-R7 از پایه ها با یک شاسی سبک و یک قاب فولادی ساخته شده است. در مقایسه با دیگر موتورسیکل های این خانواده، ابعاد آن بهبود یافته است تا یک تجربه خوب از موتورسیکل سواری را ارائه دهند و تسلط راکب ها انگام چرخش بیشتر شود. در قلب ظاهر جذاب این موتورسیکل یک ماشین دو سلندر 4 زمانه و خطی 489 سیسی با پیستون‌های آلومینیومی پرداخت شده جای گرفته که به یک جبهه دنده 6 سرعته با کلج چند صفحه‌ای متصل است. این مجموعه توان 72.4 است بخار با 8750 در دقیقه و 67 نیوتن متر گشتاور با 6500 در دقیقه تولید می‌کند. بریک های این موتورسیکل هم به سخت افزار برمبو متکی هستند. یاماها YZF-R7 همچنین دارای یک نمایشگر ابزار دیجیتال LCD کامل و بزرگتر است که بخش های برای نمایش ساعت، دنده، کیلومتر شمار و دورسنج را دارد. همچنین دسته فرمان جدید در این موتورسیکل وجود دارد که به موتورسیکل سوار امکان کنترل و انتخاب بهتر ویژگی های این وسیله نقلیه دوچرخ را می دهد. بله ازدان، با موتورسیکل شیک و زیبا و جوان پسند کمپانی یاما هم بیشتر آشنا شدیم. کمپانی اوپو یک کمپانی است که در بخش گوشی سازی فعالیت داره و این کمپانی بیشتر گوشی های میان رده یا اقتصادی می سازد و از نگاه طراحی یک چیزی به پرچمداران می خوره، ولی از نگاه قیمت و کیفیت پایین تر هست از اونا کرده. و گوشی اوپو رینو 4 اسی یک گوشی هست از اول بالای طراحی از خیلی توجه صورت گرفته است و در اولین نگاه امو طراحی شیک و زیبای هستی
و مشابه با پرچم دارای سی میتونه که توجه شما را جلب بکنه و همچنان کیفیت خیلی خوب را هم داره هست و بیشتر طراحان کوشش کردند که قسمی طراحی بکنه که به اون پرچم دارا بیشتر شباهت داشته باشه و زمانی که اینو در دست میگیرین بیشتر حس حال یک گوشی پرچم دار را برای شما متوجه شید، زمانی که اوی کار میکنین دیگه باز کمی تفاوت داره و هم تصمیم گرفتیم که در این بخش از برنامه این گوشی شیک و زیبا را برای شما استان معرفی بکنیم. برین در وسیله تصویری که آمدی نشون از ببینین بشنوین و با این گوشی زیبا و ارزان قیمت هم بیشتر آشنا شوید. کمپانی اوپو از چهارمین عضو سری رینو 4 رو نمایی کرد. این گوشی اوپو رینو 4 SE 5G نامگذاری شده و دارای یک نمایشگر آمولد بزرگ و دوربین عقب سگانه است. از نسل پنجم شبکه موبایل و چارج سریع 65 وات هم پشتیبانی می کند. این دستگاه یک صفحه نمایش حفره‌دار 6.43 اینچی با نرخ ریفرش 60 هرتز دارد. از دیگر ویژگی های این پنل آمولد باید به نرخ نمونه برداری تاچ 180 هرتز، وضوح فول اچ دی پلاس 1080x2400 پیکسل، نسبت تصویر 20:9، پوشش 91.97% دامنه رنگ DCI-P3 و پوشش 100% sRGB اشاره کرد. همچنین حسگر اثر انگشت درون صفحه‌ای دارد و نسبت نمایشگر به بدن یک گوشی به 90.8% می رسد. این گوشی از وجود یک دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی بهره می برد که از EIS زیباسازی هوشمند AI، حالت پورتره یا عکاسی چهره، حالت عکاسی شبانه و فیلم برداری 1080 پیکسل با نرخ 30 فریم بر ثانیه پشتیبانی می کند. در پشت گوشی کمره سیگانه مربعی شکل جا به جا شده که عضو اصلی آن یک دوربین 48 مگاپیکسلی با پشتیبانی از فوکس خودکار است. یک دوربین فوق عریض 8 مگاپیکسلی با میدان دید 119 درجه، یک دوربین میکروی 2 مگاپیکسلی و یک فلش LED نیز آن را همراهی می کند. این مجموعه دوربین مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر است و توانایی فیلم برداری 1080 پیکسل سلو موشن با نرخ 120 فریم در ثانیه یا ضبط ویدیوی 1080 پیکسل با نرخ 30 فریم در ثانیه را دارد. همچنین از حالتهای حرفه‌ای، پورتره، پانوراما و عکاسی شبانه نیز پشتیبانی می کند. اما قلب تپنده گوشی اوپو رینو 4 تراشه دایم سی تی 720 میدیاتک با سرعت کلاک 2.4 گیگاهرتز دارد. اینچه با 8 گیگابایت رم و 128 و 256 گیگابایت حافظه داخلی غیر قابل ارتقا یاری می شود و در 3 رنگ سیاه، سفید و آبی به بازار عرضه شده است. بطری دستگاه 4300 میلی آمپیر ساعت ظرفیت دارد و از فلش چارج 65 وات پشتیبانی می کند که با لطف این فناوری می توانید رینو 4 SE را در مدت 37 دقیقه فول چارج کنید. ادامه برنامه است و شما هم بیننده و شنونده برنامه فناوری از طریق تلویزیون سبا و رادیو نوا هستین و ما هم در این بخش از برنامه قرار است که شما را با بهترین های دنیای تکنولوژی آشنا بسازیم. از یک ساعت مقبول و سیوا شروع میکنیم. این ساعت مقبول برام وکساچ هست و یک ویژگی خیلی خوب داره. ویژگی خیلی خوبش این است که این ساعت هوشمند یک گوشکی در قاب امی ساعت داره و هر زمانی که شما در یک مکان خیلی پر سر صدا قرار میگیرین میتونین کمی گوشکی را از این خارج بسازین، در گوشتان بگذارین، مکالماتتون را پاسخ بدین و زمانی که دوباره کارتون تموم شد میتونین که او را به سر جایش بگذارین و واقعا مرا از این طرح خیلی خوشم آمد، چون چندین بار است که من در مکان های خیلی پر سر صدا قرار گرفتیم گوشکی پیشم نبود که تلفن رو جواب بدم، پس به این خاطر یا تلفن جواب ندادیم یا هم درست صحبت کردن نتونستیم. پس به این خاطر این ساعت واقعا توجه تنها مرا نه تمام کاربران را به سوی خودش جذب کرده. این گوشکی از طریق بلوتوت 5 میتر به موبایل وصل شوه. ساعتش یک صفحه نمایشگر 1.3 اینچی داره که
میتونیم به خاطر خواندن پیام و نوتیفیکیشن ها هم از او استفاده بکنیم و همچنان خود ساعت 1 گیگابایت رم داره، 8 گیگابایت حافظه داخلی داره که به خاطر ذخیره آهنگ اینا میتونیم از او استفاده بکنیم و همچنان دارای سنسور حرکت و ضربان قلب و همچنان جی پی اس هم هست که هم ورزشکارا و اینا هم میتونن از استفاده بکنن و بیتری از هم 530 میلی امپیر هست که اگر بخوایم به عنوان ساعت از استفاده بکنیم 2 روز یا 3 روز برام کار میده، اما اگر بخوایم به خاطر گوش کردن موسیقی و مکالمه و اینا از استفاده بکنیم حدود 3 ساعت برام کار میده. گچه دوادیر یک میخوایم معرفی بکنم به نام مندی هست و مندی یک محصول به خاطر آموزش و پرورش و مغز ما در خانه طراحی شده است و این بیشتر تمرین های نور فیدبک که این تمرین ها توسط ورزشکاران و متخصصان و دکتران و اینا مورد استفاده قرار میگیره، این میاره بر ما میتونه که ارائه بکنه و در خانه میتونیم توسط اسی مغز ما را تمرین بتیم و پرورش بتیم با آرامش برسانیم شه و این بر همه سنین جالب هست، چه کهنسال باشد چی کم سن سال باشه همگی میتونن از این استفاده بکنه، کدام عوارضی نداره و میتونه برشون جالب تمام شه. فقط 10 دقیقه دو یا 3 بار در هفته اگر ما از این استفاده بکنیم میتونه که مغز ما را تحریک بکنه، میتونه که مغز ما را رشد بده، میتونه ما را به آرامش برسونه و خیلی خوب هست. و همین قسمی که انسان تنش به ورزش نیاز داره، ذهن ما هم به ورزش نیاز داره و تمرین نیاز داره تا بتونه رشد بکنه و به آرامش برسونه. گچه دوادیر یک میخوایم معرفی بکنیم به نام امبرمک هست و امبرمک یک گیلاس خیلی زیبا هست، در کنار که زیبا هست هوشمند هم هست و این گیلاس میتونه که دمای نوشیدنی تان را کنترل بکنه، یعنی زمانی که شما داری قهوه آماده میکنین یا چای آماده میکنین که نوشجان بکنین میتونین که از اولین قطره تا آخرین قطرش لذت ببرین از نوشجان کردن هستی و این هرگز برای چای تان یا قهوه تان اجازه زیر نمیده که بیش از حد سرد شود یا هم بیش از حد گرم شود. این به دست خودتان هست، میتونین که براسو یک درجه حرارت را تعیین بکنین، در همون درجه حرارت آب برتان جوش میاره و تا 1.5 ساعت یعنی 1.5 ساعت این میتونه نیمی دما را براش حفظ بکنه و هرگز نمیگذاره که نوشیدنیتان سرد شود یا نمیگذاره که زیاد گرم شود و شما با این میتونین که هر درجه حرارتی را که دوست دارین به همون درجه حرارت آب جوش برین، قهوه آماده بکنین، چای درست بکنین و نوشجان بکنین و همچنان از طریق اپلیکیشن امبر میتونه که به موبایلتان وصل شود و زمانی که کدام مشکل پیش بیاید یا آبتان جوش بیاید یا هم زمانی که گلاستون سرد چا بعد از 1.5 ساعت میتونه برای شما نوتیفیکیشن هم روان بکنه که دوباره بتونید یا کنترل بکنید.
خب استانی بود بخش اخبار دنیای تکنولوژی که تقدیم شما کردیم، امیدوارم مورد پسند شما قرار گرفته باشد. حالا هم میریم به بخش اپ ریویو و همچنان بهترین اپلیکیشن ها و بهترین گیم های اندرویدی و آی او اس را برای شما ایزان به معرفی میگیریم. با بخش اپ ریویو خوش آمدین. در این بخش از برنامه قرار است که شما را با بهترین گیم ها و همچنان اپلیکیشن ها آشنا بسازیم. اگر شما هم دوست دارین که کدام اپلیکیشن یا گیمی را براتون معرفی بکنیم، میتونین که نامش را بر ما بفرستین، ما حتماً براتون معرفی میکنیم. اولین بازی را که میخوام معرفی بکنم با نام سودوکو دیلکس وی آی پی هست و بیشتر محققانم به یقیده هستند که این گیم با خاطر تقویت حافظه کاربر خیلی میتونه مفید باشه و در این بازی بیشتر از 100 دانه جدول سودوکو در اختیارتون قرار داده میشه تا اونا را حل بکنین و روند بازی هم قسمی است که اعداد را از 1 تا 9 باید در جدول جا به جا بکنین و در هر سطر و ستون باید اونم عدد تکراری نباشه و هر کدام از اینا که شما حل میکنین اونقدر میتونه که بر حافظه‌تون تاثیرگذار باشه و حافظه‌تون را رشد بده و تقویت ببخشه. اولین اپلیکیشن را که میخوایم معرفی بکنم به نام وکتور لوگو دیزاینر هست و قسمی که از نامش پیدا هست به خاطر دیزاین لوگو وینا هست و با این اپلیکیشن شما میتونین که لوگوهایتان را دیزاین بکنین، را را با اشتراک بگذارین یا هم در هر آن چیزی که دوست داشته باشین یا کار داشته باشین از اون استفاده بکنین و همچنان در داخل خودی برنامه هم الگوهای خیلی زیاد به خاطر طراحی لوگو آماده هست که از اینا هم میتونین استفاده بکنین شما و لوگوهای خودتان را میتونین آماده بسازین و به هر سایزی که دوست داشته باشین. میتونین که در گالری تلفنتان هم را ثبت کنین و هم میتونین که روی هر پلتفرم را استفاده بکنین و از او کار بگیرین. بازی بعدی که میخوایم معرفی بکنم به نام کروس وردز ورد فایل پرو هست و اگر شما هم علاقه به حل جدول دارین و مطمئن هستم که یکی از بهترین سرگرمی ها بر شما خواهد بود و این بازی میتونه که چند لحظه شاد را یا خوش را بر شما برمخان بیاره و در این بازی یک لستی از حروف بر شما در اختیارتون قرار داده میشه که از او باید واژه های مختلف را بسازین یا کلمه های مختلف را باید بسازین و تقریبا از 22 نوع زبان هم میتونه پشتیبانی بکنه ای، ولی متاسفانه زبان فارسی در این وجود نداره، ولی اپلیکیشن های مشابه ازی هستن در گوگل پلی که میتونین اونا را دانلود بکنین و از زبان فارسی در اون استفاده بکنین و به خاطر یادگیری زبان های مختلف هم خیلی خوب هست که با این میتونین جملات جدید انگلیسی یا هر زبان دیگه را که دوست داشته باشین با این میتونین که یاد بگیرین.
اپلیکیشن بعدی را که میخوایم معرفی بکنم به نام تحریر تکست آن ایمیج هست و با این اپلیکیشن شما میتونین که متن‌های مختلف و متن‌های زیبا را میتونین که روی تصاویرتان قرار بدین و این اپلیکیشن از زبان انگلیسی و همچنان از زبان فارسی هم میتونه که پشتیبانی بکنه. فونت‌های مختلف داره، میتونین متن‌هایتان را درج بکنین و روی تصاویرتان قرار بدین، اون را با دوستانتان در صفحات اجتماعی بینا در اشتراک بگذارین. خب عزیزان، این بود داشته های برنامه امروز ما خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشد و ما هم رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه های فناوری. شما میتونید که تکراری برنامه را در چنل یوتیوب ما هم تماشا کنید و همچنان از طریق صفحه فیسبوک ما هم با ما در ارتباط شوید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.